بیشک با رمان گوشپشت نوتردام نوشته ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی در 1831 آشنا هستیم. این کتاب یکی از آثار ادبی برجسته جهان است که در سبک رمانتیک نگاشته شده است. اما در ابتدای این کتاب دست نوشته توسط شخص ویکتور هوگو وجود دارد که مرموز است. جالب است که بدانید قهرمان راستین این رمان کلیسای نوتردام پاریس است. نام کامل این کلیسا نوتر دم د پاریس و به معنای بانی ما از پاریس است. هوگو در مقدمه این کتاب می نویسد چند سال پیش نویسنده این کتاب به هنگام کاوش در کلیسای نوتردام پاریس در یکی از زوایای تاریک برج‌های آن واژه آناخت را که دستی عمیقاً بر روی یکی از دیوارهای آن کنده بود دید. هوگو در مقدمه کتابش می نویسد کسی که این واژه را بر دیوار برج کلیسای نوتردام نقش زده بود چندین سده پیش از جهان رخت بسته است و پایان عمر کلیسا نیز بسیار نزدیک است. کتاب حاضر درباره سنگ نوشته مربوط نوشته شده است. در سال 2010 پژوهشگران دریافتند که هرلی سیپسن مجسمه‌ساز انگلیسی در نوشته‌های خود به همکاری با یک گوشپشت اشاره می‌کند. سیپسن در نوشته‌ای که امروز در بایگانی موزه هنری لندن نگهداری می‌شود آورده است که با استاد تراجان ملاقات کردم. او سنگ تراش و همینطور یک گوشپشت بود. جالب است که بدانید ویکتور هوگو برای خلق کازیمودو برای رمان معروفش از تراجان الهام گرفته است. کلیسای نوتردام با سنگ تراشی دیوها، غول‌ها و پنجره‌های آراسته به شیشه‌های رنگین و بخش‌های تاریک در میان ستون‌های درهم پیچیده با معماری گوتیک به ویکتور هوگو در نوشتن رمانش کمک فراوان کرده است. اما چرا این همه نقاشی‌ها و مجسمه‌های عجیب و غریب بر پیکره این کلیسای قدیمی وجود دارد؟ کارشناسان باستانشناسی پاریس در این باره مطالعات گسترده انجام دادند. طبق نظر آنان قرارگیری برخی از این مجسمه‌ها در ورودی اصلی کلیسا نشانگر آن است که این موجودات در واقع نگهبان کلیسا در برابر اهریمن هستند. آنها افراد داخل کلیسا را از شر اهریمن، شیاطین و رنج‌های خارج از کلیسا در امان نگه می‌داشته است. در واقع همان زمان که بیرون کلیسای تاریخی نوتردام را نیروهای شیطانی در بر گرفتند، داخل آن از هر پلیدی و زشتی در امان است. این موجودات نه تنها از ورودی پلیدی‌ها به داخل بنای کلیسا جلوگیری می‌کنند، بلکه از خوبی‌ها و زیبایی‌هایی که در حال عبور از کنار کلیسا هستند، برای ورود به کلیسا دعوت به عمل می‌آورند. این موجودات افسانه‌ای از منظر هنر معماری هم اهمیت زیادی داشتند. مجسمه‌هایی که بر روی دیوارهای خارجی بنا تراشیده شده‌اند، همانند یک ناودان عمل کرده و آب را از دیوارها دور نگه می‌دارند. یکی از مرموزترین وقایعی که هیچ توضیحی برای آن تا به امروز پیدا نشده است، این است که هیچ یک از درهای این کلیسا به جز درب اصلی با وجود اینکه هیچ گونه قفلی به این درها نیست، باز نمی‌شوند و برخلاف تلاش محققان هیچ گونه دلیلی برای آن پیدا نشده است، به جز یک افسانه قدیمی که در گوشه تاریک این کلیسا نقش بسته است. این افسانه مشهور پیرامون یک قفل‌ساز و آهنگر به نام بیسکورنه است که قصد داشت با ساخت یک شاهکار در این بنا برای خود نام و جایگاهی بالا دست و پا کند. بیسکورنه روزی به دلیل سختی‌های بیش از حد کارش چکش آهنگریش را داخل آتش پرتاب کرد و نام خدا را فریاد زد. در همین زمان بود که یک فرشته در مقابلش ظاهر شد و پیشنهادی به او داد مبنی بر اینکه در مقابل آموزش رموز قفل‌سازی روح خودش را به خدایان تقدیم کند. بیسکورنه این پیشنهاد را قبول نکرد. صبح روز بعد که بیسکورنه از خواب بیدار شد، ابزارهای پیشرفته قفل‌سازی و آهنگری را رو در روی خود یافت که از طرف خدایان به او هدیه داده شده بودند. او کار خود را آغاز کرد، ولی در اواسط کار متوجه این موضوع شد که این ابزارها باعث شدند تا مابقی درها قفل شوند و فقط از درب اصلی کلیسا میتوان رفت و آمد کرد. در واقع خدایان میخواستند خودشان مستقیما ورود و خروج افراد را به داخل کلیسا کنترل کنند و از ورود اهریمن به داخل آن جلوگیری کنند. کلیسای تاریخی نوتردام در طول تاریخ شاهد اتفاقات و مراسم‌های بسیار بزرگی بوده است. به عنوان مثال ناپلئون بناپارت دوم در سال 1804 میلادی در این کلیسا توسط پاپ پیوس تاجگذاری کرد. دافین فرانسوا و ماری استوارد ملکه اسکاتلند در این مکان مراسم ازدواج خود را در سال 1558 برگزار کردند و مراسم عروسی فیلیپ دوم شاه فرانسه هم در این مکان انجام شده است. جالب است که بدانی در گذشته بسیاری از مردم تصور می‌کردند که اگر در مقابل چشمان خدایان و مجسمه‌های این کلیسا خودکشی کنند حتما رستگار خواهند شد. از این رو افراد بزرگ بسیاری در طول تاریخ در این مکان به زندگی خود پایان دادند. روی زمین در مقابل کلیسا یک صفحه کوچک قرار دارد که تصویر یک قطب‌نما روی آن حکاکی شده است. این صفحه را با عنوان نقطه صفر پاریس می‌شناسند. در واقع فاصله‌ها از پاریس با توجه به این نقطه اندازه‌گیری می‌شوند.
کلیسای نوتردام میزبان تعدادی از گنجینه‌های ارزشمند مذهبی از جمله تاج مقدس عیسی مسیح در هنگام به صلیب کشیده شدن و تکه‌ای از صلیب نیز است. این گنجینه‌های ارزشمند در اولین جمعه هر ماه در طی مراسم مذهبی به نمایش در می‌آمدند. متأسفانه در 15 اوریل 2019 حدود ساعت 18:50 دقیقه این کلیسا دچار آتش‌سوزی شد. بعد از چند ساعت 400 آتش‌نشان موفق به خاموش کردن آتش کلیسا شدند و تعدادی از آنها در این میان موظف به خارج کردن آثار تاریخی این کلیسا بودند. بر اساس اعلام رسانه‌های فرانسوی، دو برج نمادین کلیسا و چارچوب اصلی آن حفظ شدند. در مسیحیت هفته مقدس از یک شنبه نخل آغاز می‌شود و تا شنبه شب یعنی عید پاک ادامه می‌یابد. هفته مقدس در واقع هفته آخر زندگی عیسی مسیح در کره خاکی بوده است که توسط مسیحیان به صورت سالانه جشن گرفته می‌شود. این هفته مقدس‌ترین هفته مسیحیان است. به گفته مسئولان، آتش‌سوزی در کلیسای نوتردام به دلیل وجود مشکل در قسمت تعمیرات این کلیسا رخ داده است. اما چرا دقیقاً باید این اتفاق در روز آغاز هفته مقدس رخ دهد؟ سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.